در برنامه هفته پیش درباره آغاز فصل زمستان یا خوریستان زمستانی سخن گفتم. خوریستان برابر فارسی سولستیس است. گفتم که ایرانیان آغاز زمستان را از دیرباز جشن گرفتند. از آنجا که با رسیدن زمستان روزها رفته رفته بلندتر می شوند، آغاز زمستان را نماد از نو نیرو گرفتن خورشید یا باز هم نمادین‌تر زادمان تولد میترا یا مهر خدای خورشید دانستند. گفتم که سده ها در زمان هخامنشیان آسیای کوچک یعنی ترکیه کنونی بخشی از شاهنشاهی ایران بود و ایرانیان با آیین‌های خود در آنجا می‌زیستند. حتی پس از فرو افتادن دودمان هخامنشی، ایرانیان سده ها در بخش های گوناگون آسیای کوچک مستقر بودند. از این رو مردم فریگیا، کپادوکیا، گالاتیا و بخش های دیگر آسیای کوچک با میترا آشنا شدند. در زمان اشکانیان، در درگیری های میان ایرانیان و رومیان، سربازان رومی ماها و گاهی سالها در کنار ایرانیان اردو زده بودند و به ویژه در ارمنستان با هم در تماس بودند. رومیان با آیین میترا آشنا شدند و به آن گرویدند. پرستش میترا در سراسر امپراتوری روم گسترده شد و تا پیش از به قدرت رسیدن مسیحیت، مهرپرستی مهمترین دین امپراتوری بود. ارنست هونان، نویسنده، تاریخدان و فیلسوف سده 19 فرانسوی میگوید اگر مسیحیت به سببی دچار بیماری کشنده‌ای میشد و از رویش باز میماند، مهرپرستی جهان را میگرفت. گفتم که با اینکه پس از به قدرت رسیدن مسیحیت در سده 4 میلادی مهرپرستی جایگاه پیشین خود را از دست داد، بسیاری از آیین‌های مهرپرستی در مسیحیت باقی ماندند. یکی از آنها جشن زادمان یا تولد میتراست که به جشن زادمان مسیح یا کریسمس تبدیل شد. امروز می‌خواهم درباره یکی دیگر از یادگارهایی که آیین میترا در اروپا به جا گذاشته سخن بگویم و آن کلاهی است که مقیان بانوی نماد جمهوری فرانسه بر سر دارد. در این تصویر دو تندیس نیمتنه مقیان را می‌بینید. در همه شهرداری‌های فرانسه که شمار آنها به نزدیک به 36,000 می‌رسد، چنین تندیس‌های جایگاه بلندی دارند. این کلاه از کجا آمده است؟ سال‌ها پیش این پرسش مرا به خود مشغول کرد. یک بخش از نتیجه‌های پژوهشم را در سال 2003 در مجله فرانسوی ایستوریا منتشر کردم که امروز کوتاه شدی آن را بازگو می‌کنم. نخست ببینیم که مقیان کیست. مقیان یکی از نمادهای جمهوری فرانسه است و میتوان گفت که اهمیت نمادین آن همپایه پرچم سرنگ فرانسه است. مقیان نماینده همیشگی بودن ارزش‌هایی است که شهروندان را به جمهوری پیوند می‌دهد. این ارزش‌ها عبارتند از آزادی، برابری، برادری. کلاهی که مقیان بر سر دارد در فرانسه بونه فریژیان، کلاه فریگیایی نامیده می شود. اگر آنچه را که تاکنون گفتم دنبال کرده باشید، می دانید که این نام از کجا می آید. ظاهراً این کلاه را انقلابیان فرانسه در سده 17 نخستین بار در کافیه لوپروکوپ در پاریس به سر گذاشتند که محل گرد آمدن آزادی خواهان بود. آنان این کار را به گونه نمادین به تقلید از بردگان رومی کردند. در روم باستان بردگانی که آزاد می شدند چنین کلاهی بر سر می گذاشتند. بنابراین کلاه فریگیایی از باستان زمان نماد آزادی بوده است. همچنین بدانید کسانی که بر جان یولیوس سزار توطئه کردند، پس از کشتن او در سال 44 پیش از میلاد چنین کلاهی را بر سر نیزه افراشتند و با آن در کوچه های روم به گردش در آمدند. چند دهه پیشتر هم اسپارتاکوس، سرکرده بردگان شورشی بر ضد روم، این کلاه را بر سر گذاشته بود. و اما این کلاه
کلاه میترا، خدای ایرانی خورشید، دوستی، جوانمردی و پیمان است. همه تندیس‌های میترا که از زمان رومیان به ما رسیدند، میترا را با چنین کلاهی نشان می‌دهند. میترا بر گرده گاو میش آغازین زانو زده، خنجری در دست دارد و سر گاو را با دست دیگر به عقب کشیده است. سراسر جامعه میترا در این تندیس‌ها ویژه ایرانیان است. میترا فوزون بر کلاه شلوار به پا دارد که آن هم رختی است در اصل ایرانی. کهن‌ترین سندهای تاریخی جهان درباره شلوار به سده ششم پیش از میلاد برمیگردند. اینها سنگ نگاره های تخت جمشیدند که برخی نمایندگان و شخصیت های سیاسی را نشان می دهند که پاجامه بر تن دارند. این را هم بدانید که پاجامه به معنی شلوار از ایران به اروپا رفته و پیجامه شده است. یونانیان و رومیان شلوار نمی پوشیدند. رومیان در آغاز شلوار را نشانه بربرها می دانستند. به طور کلی در گستره بسیار پهناوری از ایران بزرگ این کلاه رسم بود. از سکاها و سختها و اشکانیان در خاور و آسیای میانه گرفته تا ایرانیان باختری در ارمنستان و آسیای کوچک. در این سنگنگاره تخت جمشید یک نماینده سکاها چنین کلاهی بر سر دارد که وقتی از پارچه نرم ساخته شده باشد میتوان نوک آن را به یک ور انداخت. در فارسی به این گونه کلاه شکسته یا سرکج میگویند. یکی دیگر از مدرک هایی که این کلاه را با ایرانیان پیوند میدهد داستان زادمان عیسی مسیح است. بنابر روایت های مسیحی به ویژه انجیل متا، هنگام زادمان مسیح سه مرغ ایرانی به بالین نوزاد آمدند و برای او هدیه آوردند. بنابر افسانه ها این سه تن با پیشگویی این رویداد از ساوه رهسپار باختر شدند و همزمان با زاده شدن او به فلسطین رسیدند. جالب است که انجیل متا ظاهرا مهمترین دلیل درست بودن داستان زادمان مسیح را پذیرش آن از سوی سه فرزانه ایرانی می‌داند. به هر حال در این موزاییک بازیلیک سنت آپولونیر شهر روم که در سال 565 میلادی ساخته شده این سه شخصیت را می‌بینید که برای نوزاد پیشکش آوردند. کلاه سر آنان همان کلاه میتراست و شلوار و شنل بر تن دارند که جامه‌های ویژه ایرانیان بودند. به فرانسه برگردیم. در خلال انقلاب فرانسه چند ماه پس از فتح زندان بستی در 14 ژوئیه 1789 کلاه شکسته که از پارچه سرخ‌رنگ درست شده بود بر سر مردم دیده می‌شد. بر سر نهادن این کلاه در واقع نشان میهن پرستی بود. این کلاه در حوالی 1790 زیر تأثیر ژاکوبن‌ها نماد انقلاب فرانسه می شود. احتمال بسیار هست که فرانسویان این کلاه را از انقلابیان آمریکا گرفته باشند. زیرا 20 سال پیش از انقلاب فرانسه استقلال طلبان آمریکایی چنین کلاهی بر سر می گذاشتند. همکنون هم می توان این کلاه را بر پرچم و آرم ایالت نیویورک دید. بانوی سمت چپ نماد آزادی است. نیزه‌ای در دست دارد که نوک آن کلاهی فریگیایی افراشته است. زیر پای چپش تاجی سرنگون شده است که نشانه جمهوری است. بانوی سمت راست نماینده داد و دادگستری است. کلاه فریگیایی یا شکسته همچون یکی از مهمترین ویژگی‌های روز تاریخی 20 ژوئن 1792 در انقلاب فرانسه شد. در این روز مردم به کاخ تویلری در پاریس که مسکن لویی 16 شاه فرانسه بود حمله کردند. مردم خشمگین توانستند درون کاخ پیش روند و با شاه روبرو شوند. یک صاحب منصب شهرداری به نام موشه کلاهی سرکج را که بر نوک نیزه‌ای گذاشته بود به سوی شاه گرفت. شاه که در جای خود خشک شده بود نمی‌دانست چه کند. همین که به خود آمد کلاه را به تندی از نیزه برگرفت و بر سر گذاشت. این کار شاه تا اندازه‌ای از خشم مردم کاست. پس از پیروزی انقلاب
کنوانسیون در 22 سپتامبر 1792 فرمانی صادر کرد که میگوید از این پس نشان دولت تغییر میکند. نشان دولت فرانسه زنی است ایستاده، جامعه کهن بر تن، در دست داراست، نیزه ای دارد که بر نوک آن کلاه سرکج آزادی افراشته. دست چپ او بر انبوه جنگ افسار استوار است و کنار پایش سکانی نهاده. پس در آغاز بانوی نماد جمهوری فرانسه نام خاص ندارد و کلاه سرکج بر نیزه است نه بر سر او. با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و استقرار امپراتوری در سالهای 1804 تا 1815 مقیان از صحنه کنار گذاشته می شود. در جمهوری دوم 1848-1852 گاهی از مقیان یاد می شود، ولی بیشتر از سوی سلطنت طلبان و برای ریشخن. آنان اون را نماد شورش و سرکشی می دانند. با همه اینها مقیان رفته رفته جای خود را باز می کند و در شهرداری ها یه بیشتری پذیرفته می شود. کلاه شکسته نوک نیزه را رها می کند و بر سر او جای می گیرد. در امپراتوری دوم 1852-1870 ناپلئون سوم مقیان را از روی سکه ها و تمرهای پست حذف می کند و تصویر خود را می گذارد. این تابلوی معروف دولکخوا که آزادی مردم را رهبری می کند نام دارد. صحنه ای از انقلاب دوم فرانسه در سال 1830 را نشان می دهد. مقیان را می بینید، کلاه شکسته بر سر، پرچم فرانسه در یک دست و تفنگی در دست دیگر، با سینه برهنه که نشانه آزادی زن و برابری او با مرد است. کمون پاریس 1851 پیکارگر انقلابی را که سینه برهنه دارد و کلاه سرخ شکسته بر سر می ستاید، ولی بانوی نماد جمهوری هنوز نام خاص ندارد. در دوران جمهوری سوم 1875-1940 نظام جمهوری کاملا تثبیت می شود و تندیس های نیمتنه بانوی انقلابی در شهرداری ها بیشتر و بیشتر می شود. در سال 1897 یا 1898 تصویر او دوباره بر سکه ها پدیدار می شود و نام خاص مقیان در همین پایان سده 19 هم بر سر زبان ها می افتد که کوتاه شده نام مرکب مقیان است. درباره این کلاه می توان ساعتها سخن گفت، ولی وقت ما به پایان می رسد. به این تصویر نگاه کنید. سمت راست سکه مهرداد یکم شاهنشاه اشکانی است که به سده دوم پیش از میلاد برمیگردد. کلاه شکسته بر سر دارد. تصویر سمت چپ چهره مقیان است بر سکه فرانسوی. 2000 سال این دو سکه را از هم جدا می کند. با آنچه تا کنون گفتم همانندی شگفتانگیز این دو کلاه بر شما روشن است. سخن پایانی این که چه حماسه است داستان کلاه شکسته، از ایران برخاسته و ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. با گذشت زمان خدایان و انسانها را به هم پیوند داده و شاهد رویدادهای بزرگ تاریخ انسانی بوده است.